سلام و درود میفرستم به همگی رفقا، امیدوارم حال همتون خیلی خوب باشه و خیلی خوش اومدیم به دامه بازی فراستپانک. بچه‌ها فکر کنم الان باید تو پارت 4 یا 5 این سری باشیم، با توجه به اینکه 35 روز تا اینجای کار اومدیم جلو. چه میدونم دوتا طوفان داشتیم، طوفان سوم هم فردا قرار شروع بشه. میتونم بگم تا اینجای کار واقعا تونستیم خوب بیایم جلو و شهرمون به خوبی تونسته گسترش پیدا کنه. بریم برای شروع کردن ببینیم قرار روزامون چه جوری باشه. دیدبان داریم به اینجا رسیده، خب متاسفانه چی نتونست پیدا کنه، شاید زمانشو داشته باشیم تا اینجا هم بیایم. توجه کنید که طوفان به زودی قراره به اینجا برسه، ما یه مقدار ممکن نیاز داشته باشیم منابع غذایی جمع کنیم. همینطور داشتم فکر میکردم یه گروه ساخت و ساز بسازم، به این یارو هم بگم بره به معدن بچه‌ها ببینیم و با اونا میتونیم چه تجارتی انجام میدیم. همینطور چند تا رلیک تونستیم پیدا کنیم، اومدیم اینجا ساختمون روباسازی و دست و پای مصنوعی هم ساختیم. یه مقدار سرعت بازیو افزایش بدم، بهتر خشم مردم یه کوچولو کاهش بدیم، میتونیم نگهبانا رو بفرستیم توی خیابونا. جالبه که تا اینجا کار من حتی یه بارم مردم زندانی نکردم یا حتی یه بارم اعدامشون نکردیم اینجا. به هر حال به این قسمت هم رسیدیم، بازم چیزی پیدا نکردیم متاسفانه. این خیلی بده، این خیلی ناراحت هم میکنه. به این یارو هم میگم برگرده به خونمون. شهری که اینجا پیدا کردیم گفته به تجهیزات پزشکی نیاز داریم، میتونم اینو بهشون بدم که ما رو دوست داشته باشن. بعدش میریم باشون صحبت کنیم، میخوام بهشون بگم که به کارگر نیاز دارم. اینم میگه که باشه باشه موافقه، این خوبه که داره برامون کارگر میفرسته. شما به چی نیاز دارید؟ اینا هم به منابع غذایی نیاز دارن، میتونیم منابع بهشون تحویل بدیم و در این حال از اینا هم مهندس بخوایم یا کارگر. اینا حاضرن 15 تا کارگر بدم، 5 تا مهندس. به نظر من میتونیم کارگر بگیریم، چون واقعا میگم کارگر الان برامون خیلی بهتره، میتونیم بفرستیمشون برن دنبال منابع غذایی. اجازه بدید سری بیام راه اینجا رو متصل کنم. اینم از این راهش کامل کامل هستش. ما تونستیم این ساختمون هم بسازیم که رلیکا رو داخل این میزنی. به نظر میاد اینجا دیگه منابعی نمونده، میتونیم اینو از اینجا پاک کنیم. خب چی شده قربان؟ تو تاریکی هوایی که از خبرچین های ما حسابی کتک خورده، ما نمیدونیم چه شخصی این کار انجام داده. دارم براش پس خبرچین منو کتک میزنن. ایبی نداره، ایبی نداره. بچه نظرتون چیه بیم اینجا چند تا باغ بسازیم؟ میتونم میدونم از این باخار یا اینجا بسازم یا اینجا. من نظرم اینه که اینجا میتونه خیلی بهتر باشه. پس این ساختمون رو روباسازی اصلا نمیسازن. خب این یارو رو تونستیم برگردونیم، من منتظر میمونم برگردم برگردونیم بعدش بریم سراغش. متاسفانه مهندس میخوایم، مهندس نداریم. میتونم یه چند نفر از اینجا بیکار کنم. ریسرچمون انجام شد، تونستیم قدرت ژنراتور افزایش بدیم. بذارید ببینم هیترا منابع کمتری استفاده کنم، فعلا اینو نمیخوام. روباسازی و بیخیال منابعم تا جایی که من میدونم احتمالا بهتر باشه فعلا بیخیالش بشیم. شاید نیاز داشته باشیم بریم سراغ بیمارستان های بهتر. بعد من این مهندس ها رو اینجا استخدام میکنم، بهشون بگیم ربات بسازن برامو یا دست و پای مصنوعی. الان 12 نفر تو شهر ما به دست و پای مصنوعی نیاز داره، پس شاید بهتر باشه اندازه 15 تا از اینا بسازیم. زمان کاریشون رو افزایش میدم، همه جا از منابع غذایی استفاده میکنیم که بتونیم به خوبی منابع جمع کنیم. اینجا مثل این که مشکل چیز داره بچه‌ها، مشکل دما داره. الان بهش نگاهی میندازم. اوکی اوکی، تا جایی که من میبینم میگه همیشه به نظر میاد اوکی باشه. چند نفر بیکار داریم که اون افراد بیکارم همون افراد بدون دست و پا هستن. به هر حال امروز قراره یه مقدار دما بهتر بشه. خب این یارو هم به معدن بچه ها رسیدش، اینجا هم میتونه میدونه پایگاه بسازیم. میریم با اینا صحبت کنیم، بهشون میگم که از اینا نمیتونم کارگر بگم. شما به چی نیاز دارید؟ ما به مهندس های نیاز داریم که برامون خونه اینا بسازه. فکر نمی کنم بتونم بهتون مهندس بدم. این یارو واقعا میتونه برگرده به خونه. به خدا اونو قراره از دست بدیم، من هر جورم دارم حساب میکنم. اون یارو این داره برمیگرده. خب بذار یه ساعتی رو منتظر بمونم چی شده اینجا. این اومدم برای صحبت کردن. آره حاضر نیست به ما کارگر بده. گوره باباش، گوره باباش اگه نمیخواد کارگر بده که برای مهم نیست، میتونیم اینجا بخاری استفاده کنیم. بذارید ببینم این ساختمون باید همیشه گرم باشه. این که خیلی بده، این واقعا خیلی بده، چون اگه اینجوری باشه واقعا اونو نمیتونم جایی بسازم. خب یه دونه قانون داریم، فعلا سمت قانون ها کار خاصی نخواهیم داشت. اینجا هم یه میگردیم، تونستیم یه دونه رلیک پیدا کنیم. بگم که از منابع استفاده کنه و رلیکو به شهرمون برگردونه. 19 ساعت دیگه اینجا هستش، فکر کنم بتونه به موقع به اینجا برسه. ما با استفاده از یکی از رلیکا تونستیم یاد بگیریم چجوری ربات بسازیم. اینی که نمیدونم فعلا چی هستش. دست و پای مصنوعی هنوز اوکی نشده تا جایی که من میبینم. مشکل چوبمونم اوکی نشده. از امروز به بعد، نه امروز، از فردا نمیتونیم منابع غذایی جمع کنیم. الان یه مقدار دما بهتر شد، این خوبه.
این خوبه. همچنان منتظر میمونم که اینا هم برسن رلیکو بهمون بیارن. 18 نفر ما بی خانمان داریم. این افراد جدیدن به ما ملحق شدن و میتونم اینا رو هم بیام از اینجا بسازم. یه دونه، دو تا، سه تا، چهار تا. متاسفانه اوکی، به نظرم یه دینه میتونم اینجا پیاده کنم چون موردی نداره. اجازه بدید راهاشون رو کاملا به هم متصل کنیم. الان خونه های اضافه هم داریم و تا جایی که من میبینم به نظر میاد همه چی اوکی هستش. دو تا از دیدبانمون اینجا هستن. فعلا به کارگر بیکار تا جایی که من میبینم نیاز ندارم. شاید یه چند نفر بتونم بفرستم که منو به غذای جمع کنم برامون، مطمئن بشیم که خب. یه حرکت دیگه هم که میتونم بزنم، بیام اینجا یه مقدار برای خودمون انبار بسازم. هر چند نیاز داشته باشی میتونیم اینجا انبار پیاده کنیم. فهم مشکل چوب خواهیم داشت. اینجا کارگر نیاز داریم باشه. من این چند نفر رو میفرستم. یکی از افرادمون همین الان مردش، یکی از نگهبانامون، مثل اینکه اعدامش کردن. افرادی که این کارو کردن رو مجازات میکنیم، به کسی رحم نشون نخواهیم داد. اجازه بدید چند تا کارگر بگیرم، سربازا رو بفرستیم تو خیابونا که مطمئن بشیم تو شهرمون نظم کاملا برقراره. من شاید بتونم این چند نفر مشو زندانی کنم، نمیدونم. دست و پای مصدومین رو ساختیم. آها میگم این کارگر رو از کجا گرفتم، پس شاید بتونم یه مقدار دست و پای بیشتر بسازم. فعلا نمیخوام ربات بسازم. ریسرچمون انجام شده. بیمارستان پیشرفته رو بگیرم یا خونه ها رو گرمتر کنم؟ فعلا چوبشو نداریم، پس بیمارستان پیشرفته رو میگیریم. تا جایی که من یادم میاد اینجا میتونستیم افرادی که زندانی میکنیم و مجازات کنیم که سریعتر آزاد بشن. من فعلا کسی رو زندانی نکردم. ترجیح میدم که دیکتاتور خوبی باشیم، به مردم خوش بگذره. او پسر منو برو ببینید. خب اجازه بدید ببینم، زمان کاری تموم شده. شینم که از اینجا خاموش کردن. زود باشید پسر، اینا رو بسازید ببینم. خب من میخوام این ریلی کنم تونستیم به شهر بیاریم، میخوام اینجا خورده منو به غذایی ذخیره کنم. متاسفانه اینا هنوز راه نیفتادن. خب اجازه بدید از این ورم بیم، همه دیدبانامون رو پاک کنیم، بگیم که بیان به خونه. با توجه به سرمایه‌ای که داره به سمتمون میاد دیگه نمیتونیم ازشون استفاده کنیم. مشکل بیمارستان خواهیم داشت. بذارید اینو بهتون بگم از همینجا. مهندسا رو بفرستیم تو ساختمان تبلیغات. تا جایی که من میبینم به نظر میاد اوکی، میتونم از اینجا هم یه مقدار منابع غذایی بیشتر به کارگر رو بدم. بعد زغال سنگمونو فعلا داریم جمع میکنیم، موردی نداره. من میخوام بگم که فقط بتونیم منابع غذایی بیشتری ذخیره کنیم. به نظرم در حالت کلی بر ما میتونه بهتر باشه. چرا راهشو نمیکشه؟ نکنه اینجا مشکل داریم؟ آره من یادم رفته که این قسمت رو متصل کنم. خب طوفان اینجا هستش، طوفان اینجا هستش. اجازه بدید همه اینا رو از کار بیکار کنیم که دیگه نمیتونیم منو به قضی ذخیره کنیم. بالونمون هم آوردم پایین. ایبی نداره، میتونم اول کار قدرت جنراتور افزایش بدم. دمون تو جایی که من ببینم موردی نداره. فعلا قدرت جنراتور الان تو حالت مکس خودش گذاشتیم، سردشه. شاید بتونم اینجا هم از بخاری استفاده کنم. پسر اینجا رو ببینید، پشمو واقعا به نظر میاد سرمایه خیلی زیادی اینجا هستش. این هم خیلی سردش، از این هم نمیتونم استفاده کنم. جالبه جالبه. سب کنید توی نگهبانیمون هم از بخاری استفاده کنم که مطمئن بشم افرادمون بی دلیل حالشون بد نمیشه. اگه توجه کنید تونستیم این ریسرچ هم اوکی کنیم. برای بیمارستانمون من میتونم فعلا شاید نیاز نداشته باشه خیلی سمت بیمارستان مانور بدیم. میخوام خونه هامون گرمتر کنم، همین الانش هم خیلی سردشونه. بعد اگه بخوام این بیمارستان پیشرفته رو بسازم، یه دونه استیم کور داریم که مجبورم خرجش کنم. همینجا خرجش کنیم بره، احتمالاً میتونم اینجا بسازمش. آره شرکه نه، واقعا من جای بهتری نمیبینم که اینو پیاده کنیم. خب کارگرهای بیکار زیادی وجود داره. مثلا اینه که آیا جایی برای کار کردن اینا وجود داره؟ بذارید از این استفاده کنم. به نظر میاد دمای اینا کاملا اوکی هستش. بذارید هم دخل و خرج زغال سنگمون داره نشون میده که زغال سنگ کمی داریم تولید میکنیم، که این واقعا میتونه بد باشه، این میتونه خیلی بد باشه. شاید اینجا حتی بتونم یه دونه از این ساختمون هم دوباره پیاده کنم که زغال سنگ بیشتری تولید کنیم. اجازه بدید، چون نمیتونم انتخاب کنم. نمیذاره انتخابش کنم. خب 93 تا کارگر قربان. یکی از شهروندهای ما به نگهبانامون توهین کرده، اونم اومده اینو کتک زده که بهش درس ادبی بده. حالا ما بعد چه تصمیمی بگیریم؟ اگه بخوام نگهبانو توبیخ کنم، این باعث میشه که بقیه عصبانی بشم. به هر حال شهر ما بر اساس قانون میچرخه، پس میگم که کار خوبی کرده، این وظیفه‌اش بوده که از نظم شهرمون مطمئن بشه. خب اجازه بدید اینجا هم یه مقدار، پسر من همه جا دارم هیتر استفاده میکنم اگه توجه کنی، خیلی بده.
جدی میگم خیلی بده. چرا مردم این همه عصبانی هستن؟ گفته به خاطر زمان کاری زیاد. واقعا دیگه نمیتونم زمان چوبو ببینم، اصلا توجه نمیکنم به چوب. خب شاید بتونم یه مقدار اینجا چوب انبار کنم، بعد اگه موافق باشید میایم انبارهای بیشتری میسازیم. احساس میکنم باید ریسرچ انبارا رو دیگه همین الان بزنم برم. ما متاسفانه نمیتونیم منابع اینجا رو کاملا جمع کنیم، متاسفانه. ببین چه منابع غذایی دارم، مهندسامون اینجا داریم از دست میدیم. خب بیمارستان پیشرفتمون اینجا ساخته شد، اجازه بدید من میتونم این بیمارستان رو از اینجا پاک کنم. فکر نمی کنم بهشون نیاز داشته باشیم. مهندس ها رو بفرستیم این قسمت، بعد صبر کنید. یه مشکلی وجود داره بچه‌ها، یه مشکلی که وجود داره اینه که فعلا نمیتونم از این استفاده کنم. بذارید پاکش کنیم که منابعمون رو بهمون پس بده. ما باید یه جایی بسازیم که به صورت 24 ساعته براش بخاری هم بذاریم. راستش بخواید همچین جایی هم واقعا ندارم دیگه، واقعا جایی برامون نمونده. شاید بتونم اینجا بسازمش توی این قسمت. آره میتونیم تو رنج بخاری اونجا بذاریم. باشه، اگه مسئله‌ای که وجود داره اینه که بخاری اینجا هم به صورت 24 ساعته من نمیذارم روشن بمونه. بچه‌ها من نظرم اینه که اینجا میتونه بهترین جای ممکن باشه. اجازه بدید اینجا پیاده کنم، بعد میایم تو ساختمون اوردر. یه چند تا از اینا رو میتونم اینجا بسازم که تولید کارگرامون افزایش بدیم. به نظر میاد اینجا داریم، اینجا هم داریم، همه جا از اینا داریم. هیچگونه مشکلی وجود نداره. میتونیم چوبمون یه خورده انبار کنیم، زارسنگ انبار کنیم و قدرت جنراتور افزایش میدم که مطمئن بشم مردم سردشون نیستش. زود باش پسر، یه خورده گرمتر کن ببینم آخه خونه مردم. اینم از این، اینم از این. الان بهتر شد، میتونیم سمت بیمارستان ها یه مقدار مانور بدیم. سمت منابع اوضاع چه جوریه؟ چوبوری رو نمیخوام. شاید بتونم منابع بیشتری توی انبارمون ذخیره کنم. اینم به نظرم در حالت کلی میتونه اوکی باشه. اجازه بدید اینو دوباره اینجا استفاده کنم. خب تونستیم اینم اینجا بسازیم. حالا مسئله اینه که من میخوام میدونه شهرک دیگه هم دوباره اینجا بسازم. واقعا دیگه خالی ترین جایی هستش که داریم. اینجا میتونیم بسازیم که اینجا هم ساپورت بده. این بهترین کار ممکنه. بعد اگه موافق باشید دونه باقی کوچولو هم اینجا میسازم دوباره، احتمالاً بهتر بشه. اینو از اینجا پاک کنیم. ریسرچمون انجام شد، منابع خیلی بیشتری حالا میتونیم ذخیره کنیم. این میتونه یه مقدار به همون کمک کنه. معدنهای زغال سنگمون رو ارتقا بدیم. تولیدشون بچه تقریبا میتونم بگم 50% بیشتر میشه. راستش رو بخواید فعلا گرونه خاصی نداریم. ربات نمیتونه. چرا؟ میتونم میدونم ربات بسازم. باشه، اگه اینجوری که میتونم میدونم ربات بسازیم. البته میتونستم اینجا میدونم معدن بسازم. نمیدونم میتونستیم میدونم معدن زغال بسازیم. خب اینو بزنم. الان به نظر میاد اوضاع بهتره. من مهندسامون اینجا استخدام میکنم. اینا رو از اینجا پاک میکنیم که این ساختمون رو نگه دارم. خب دماش هم بهتر میکنیم. اینم از این. الان دیگه دونه بیمارستان پیشرفته داریم که به خوبی میشه ازش استفاده کردی. یه بچه وارد معدن زغال سنگ شده و اونجا گیر کرده. حالا ما باید چی کار کنیم؟ کارو تعطیل کنم یا بگم که به کار ادامه بدید؟ مجبوریم 8 ساعت کارو تعطیل کنیم. متاسفانه این حربمون ضربه زیادی بزنه. همینش هم زغال سنگمون خیلی کم هستش. یه دونه شهر جدید ساخته شد. نه، میگه یه دونه ربات ساختم. رباتمون کجا؟ اینها. رباتمون اینجا ساخته. نه خوشم اومد. خب اگه اینجوری باشه بذارید ببینم. من میتونم از ربات به صورت 24 ساعته اینجا استفاده کنم. یه دونه ربات هم میتونستم برای اینجا بسازم. مثلا این جنراتور رو خاموش میکردیم، بخاری رو خاموش میکردم میرفت. چی شد؟ یکی از افرادمون مرد. همون بچه‌ای که اونجا گیر کرده بود مرده متاسفانه. ای بابا ناراحت شدم. زخمای این بچه باعث مردنمون شد. خدا رحمتش کنه. به هر حال ما مجبوریم که برای شهرمون یه سری فداکاری‌های انجام بدیم. دیگه چیکار کنم آخه؟ مردم دارن عصبانی میشن. خب من می‌خوام اینو خاموش کنم، چون اگه توجه کنید داره منفجر میشه که مردم دوباره عصبانی شدن. هیچکدوم منابع غذایی نداریم. الان که طوفان تموم بشه شاید بتونیم یه مقدار جمع و جورش کنیم. خب تو مرحله اول میام دیدبانمون رو میسازم. به نظر میاد دنیای اطرافمون یه مقدار تمیز شده. میتونیم یه نفر بفرستیم اینجا. به این رو هم میگم اینجا رو بگرده. به این هم دوباره بگیم بیاد این منطقه. بعد بذارید با این هم یه صحبتی داشته باشیم. الان رابطه‌مون کاملا اوکی هستش. بهشون کمک کردم. پس بعد حاضر باشم بهمون کارگر بدم. بله، 5 تا کارگر دیگه داره میاد اینجا. با اینا هم میخوام یه صحبتی کنم. رابطه‌ام اوکی هستش. این بار ازشون مهندس میگیرم، چون دیدم که مهندسا خیلی بهتر بودن. خیلی بهتر بود درسشو بخواید. خب بذار شکارچیامونو استخدام کنیم.
مطمئن میشیم که به هر حال مردم یه چیزی برای خوردن دارن. بعدش هم میخواستم یه دونه باقه. آهان من اینجا چی شد؟ طوفانی که اخیراً داشتیم باعث شده که شرایط جوی زمین تغییر پیدا کنه. این از یه باعث میشه که 30% زغال سنگ کمتری استخراج کنم. این خیلی بده. ما همین الانش هم مشکل زغال سنگی داشتیم. تا جای امکان باید ذخیره کنیم. باید سعی کنم که زغال سنگی زیادی استفاده نکنیم. من همه جا میخوام اینا رو خاموش کنم. سمت بیمارستان هم خاموشش کنیم. به نظر میاد باقا بچه ها خیلی سردن. نمیدونم شاید به صرفه نباشه اینا رو بسازم. خب اینم از این، اینم از این. بذارید ببینم این ساختمون به نظر میاد گرمای خیلی بهتری داره. حتی شاید بتونم مهندسایی که تو این بیمارستان رو دارم و از کار بیکار کنم. تا جایی که من میبینم این خودش باید بتونه کار رو برمون انجام بده. خب ریسرچمون اوکی شد. باید دنبال استیم کور بریم بگردیم. اگه اینجوری باشه شاید بهتر تولید زغال سنگ رو افزایش بدم. نمیدونم راستش رو بخواید زیاد در موردش مطمئن نیستم. یا اینکه رباتامون بهتر کار کنن. اینم در حالت کلی میتونه به کارمون بیاد. این رباتمون خوب کار نمیکنه مثل اینکه تولیدمون کاهش پیدا کرده. اجازه بدید همه جا از منابع غذایی استفاده کنیم. برای اینکه مطمئن بشم حداقلش اینه که داریم منابع زیادی استفاده میکنیم. من از هم تولید منابع غذاییمون کاملا اوکی هستش. شهری اطراف با ما میخوان صحبت کنن. این میگه که به کمک شما نیاز داریم. داریم از گشنگی میمیریم. بذارید نمیتونم چی کار کنم براتون. به چی نیاز داره؟ یه دونه استیم کور تونستیم پیدا کنیم. اینو به کی بدیم؟ اینو برای خودم برمیدارم دیگه. این برای ما بودش هستن. حالا که تونستم اینو پیدا کنم بذارید ببینم. یه دونه معدن زغال سنگ لول پایین بیام اینجا بسازم. نه ترجیح میدم اگه موافق باشید بیم اینجا رو ارتقا بدیم. یعنی از ارتقا دادنش سمت قوانینمون تا جایی که من میدونم واقعا چیزی نمونده. میتونیم از خانوما تو ساختمون های عمومی استفاده کنیم. نه ترجیح میدم همچین چیزی تو شهرمون نباشه. اینم به دردمون نمیخوره. خب اوکی من دیگه ترجیح میدم قانون های بعدی رو بیخیال بشیم. شهرمون الان تا جایی که من میبینم بچه ها کاملا اوضاع اوکی داره. مثلا اینه که آیا میتونیم بیشتر زنده بمونیم یا نه. یه مقدار اجازه بدید به اینا بگم دست و پای بیشتری تولید کنن. احتمالا یه جا به کارمون بیا. شما چطور شده؟ ساعت کاری ما خیلی زیاده. لطفا اینو کاهش بدید. گوره باباتون همه تو مجبورید کار کنید. خب نمیشه که اینجوری زمانو کاهش بدم. ما همینش هم واقعا مشکلات زیادی داریم. به نظرم باید همینجوری به کارمون ادامه بدیم. گفته که بیام اینجا رو تعمیر کنم. خشم مردم چند داره میاد پایین. خب ریسرچ بعدی دوباره اوکی شدش. میخوام بگم که رباتامو بهتر کار کنم باشه. برید سر کارتون و به رهبرمون دعا کنید. این چیزی که میخوام بشنوم. خب دنیای اطرافمون رو داریم میگردیم. اینا هم به کمکمون نیاز دارن که خونه بسازن. خونهشون رو تعمیر کنم باشه. بذار اینو بفرستم اینجا. به اینا بعد 250 تا چوب بدم. باشه دیگه مجبوری میکنه انجام بدیم. به اینا هم میتونم بهش زغال سنگ بدم. کی میتونه من زغال سنگ بدم؟ اینا منو به غذایی میدن. شما چطور؟ اینا حاضرن چوب و منو به غذایی بگیرن بهمون زغال سنگ تحویل بدم. باشه میتونیم باشون تجارت را بندازیم. اتفاقا من از منم بهترین چیز ممکن میتونه همین باشه. خب چطور شده؟ خوشحالم که تونستم بهتون کمک کنم. کمک کردن اصلا یکی از چیزایی که من خیلی دوستش دارم. خب تونستیم به اینجا برسیم. هیچی خالی بوده. ما استیمکو رو این سمت رو پیدا کردیم. پس بهتر برم همونجا رو بگردم. چند نیاز داشته باشه بچه چند تا ساختمون ریسرچ بیشتری بسازیم. بخش تحقیقاتمون رو گسترش بدیم. اینجا میسازم. یه دونه دیگه از اینجا پیاده میکنم. یکی هم اینجا. اینم از این کاملا اوکی هستش. هیچ کنه مشکلی نخواهیم داشت. با توجه به اینکه دیگه نمیخوام شیفت کاری 24 ساعته بزنم، میخوام زمان کاری اینو دوباره فعال کنم که زغال سنگمون رو یه خورده ذخیره کنیم. بزن چرا نمیتونه زغال جمع کنه؟ به طرز عجیبی تولیدش پایینه. شما چیکار کردی؟ بابا اینا هیچی نمیتونم پیدا کنم. خب این همه گشتم هیچی که هیچی. به زودی قراره هوا سردتر بشه. دیدبان هامون تونستن چند تا چیز پیدا کنن. بذارید ببینم. این یارو هم رسیده. خب اینجا منابع غذایی پیدا کردیم. بید اینجا نمرمون بگیرید. برید سر کارتون. خب اینو میزنم. خشم مردم شدیدن اومده پایین. من مهندس ها رو همینجا استخدام میکنم که ریسرچ همون رو بتونیم سریع انجام بدیم. اینم از این. زمان کارشون هم افزایش میدم. دوباره اینم رسیدش. بازم هیچی مثل همیشه هیچی. دوباره میام اینجا فکر کنم استیم کور یا از اینجا پیدا کردم یا این قسمت. بریم ببینیم دوباره میتونیم یه چیزی
پیدا کنیم یا نه. منابع غذایی خوبی داره ذخیره میشه. خب میتونم بگم منابع غذایی بیشتری هم ذخیره کنه. هر شدم داشته باشیم کمه. قربان، یکی از شهروندامون توسط همسایه‌اش بهش حمله شده. اینا اصلا زدن همدیگر رو کتک کاری کردن. اونو زندانی کنید. من تا اینجا یه کار کسی رو زندانی نکرده بودم خودم. میتونم برم کتکش بزنم. نه. خب اینم از این ریسرچ اونم اوکی شد. قسمت هیترها بذارید ببینم. شاید بتونیم زغال سنگ کمتری سمت بخاری استفاده کنیم. آره. زغال سنگم داره همینجوری کاهش پیدا. اوه پسر. من اصلا به این دوستان توجه نمی کنم. ببینید چه کمه. اگه اینجوری بریم جلو احتمالاً زغال سنگمون تموم بشه راستشو بخواید. امیدوارم که همچنان اتفاقی نیفته. خب به اینجا هم رسیدیم. ما یه ساختمان جدید پیدا کردیم. کجا رو میگه؟ اینجا؟ بذارید ببینیم اینجا رو بگردیم ببینیم داستانش چیه. زیاد در موردش مطمئن نیستم. احتمالاً به این بیمارستانا نیاز نداشته باشیم. ولی خب باز من ترجیح میدم که اینا رو اینجا نگه دارم. بذارید اینو از اینجا خاموش کنم. به نظر میاد منابع زیادی ذخیره شده. بچه‌ها میدونی چیه؟ میخوام یه حرکتی بزنم برای اینکه زغال سنگیمون رو بتونیم اوکی کنیم. میام اینو اینجا میسازم. قسمت جمع‌آوری منابع یکی دیگه از اینجا پیاده میشه، یکی اینجا و دوباره یکی هم اینجا پیاده می‌کنیم. احتمالاً نیاز باشه رنج اینو افزایش بدم در حالت کلی. خب چیکار کردی؟ هیچی مثلا اینکه خالی بوده. بیا اینجا رو بگرد. امیدوارم بتونی یه استیم کوری پیدا کنی. واقعا الان بهش نیاز دارم. احتمالا این مهندس ها رو از اینجا بیکار کنیم. بذارید اینا رو دوباره استخدام کنم. هوا داره سردتر میشه. جالبه طوفان تموم نشده، یه طوفان دیگه هم داره میاد. اینجا به نظر میتونستیم افراد جدید پیدا کنیم. 50 نفر. اینا رو اسکورت کنید به شهرمون. خدا رو شکر که تونستیم جمعیتمون رو افزایش بدیم. البته مطمئن نیستم بچه واقعا ظرفیتش رو داشته باشیم برای همچین چیزی. بذارید نمیدونم. من این بیمارستان رو راستش بخواد یه زیاد باشون حال نمیکنم. میخوام همه رو اگه موافق باشید پاک کنم برم. خب تونستیم اینو اینجا بسازیم. بچه ها رو بفرستیم سمت این معدن و اگر هم میتونیم اینجا فعلا نمیخوام استفادهش کنم، باید اینو ریسرچ انجام بدیم. خب این از این. میایم اینجا سری رنج استیم هابامون رو افزایش میدم. کار منتظر شماست، بری سر کارتون. دوباره نگهبانا رو بفرستیم تو خیابونا. متاسفانه اینا سردشونه، سرد بودنشون هم احتمالاً دردسر زیادی برامون درست کنه. این قسمت کلا بیکار مونده. نمیدونم بچه‌ها اگه موافق باشه بیام اینا رو بسازم. یه میتونم یه دونه از اینا رو اینجا بسازم، یه دونه اینجا پیاده میکنم. ای بابا نمیدونم شاید بهتر باشه اینو از اینجا پاک کنیم که اون بزرگی رو بسازم. ولی خب بعد دنبال استیم هاب بریم برای این موضوع. بعد رنجش الان میتونم افزایش بدم. کجاست اون بخاری اینها؟ بذارید. اوه شت، به نظر میاد همه جا رنج بخاریامون افزایش پیدا کرده. اینم اینجا خاموش کنی. به نظر این مکانیزم بازی خیلی بده. خب الان بعد این قسمت ها گرمشون باشه میتونم کارگرای جدیدم دوباره اینجا استخدام کنم که یه مقدار زغال سنگ اینجور کنیم. همینطور اگه موافق باشید این رو فعال کنیم. به نظر میاد اینا هم اینجا ساخته شدن. شاید بیشتر از منابع غذایی الان به زغال سنگ نیاز داشته باشیم، پس کارگر رو میفرستیم این قسمت ها که بتونیم سر اینا رو جمع جور کنیم. خب اینم از این. چند تا دیده بان اینجا به نظر میاد 3 تا استیم کور تونستیم پیدا کنیم. من میخوام به این یورو بگم همین الان برگرده. بذارید بگم بیاد اینجا رو بگرد. تا حالا به اینجا نرفتیم. این قسمت ها نمیدونم واقعا چی هستش. تو چیکار کردی؟ به نظر میاد اینجا هم دوباره خالی بوده. بیا اینجا رو بگرد، بعدش میتونم راهی اینجا کنم و این قسمت. به نظر میاد ریسرچامون رو انجام دادیم. فعلا نمیخوام رنجش رو افزایش بدم. رنج به دردمون نمیخوره. در مورد چوبوری هم زیاد مطمئن نیستم. میتونیم 15% زغال سنگ بیشتری جمع آوری کنیم. یکی به کارمون میاد، یکی خیلی به کارمون میاد. خب نظرتون چیه؟ بیام اینا رو اینجا بسازم؟ اینجوری خود جامون زیادی خراب میشه. شاید بتونم از اینجا بسازمشون. آره تو این حالت به نظرم بهترین حالت ممکن. حالا اجازه میده این قسمت رو هم ساخت و ساز کنم؟ نه متاسفانه اجازه شو نمیده. خب اجازه بدید پس سری برای اینا راه بکشم. یه دونه هم راه تا اینجا میکشیم. اینم از این. شما چتون شد؟ پس به خاطر زندان چند نفر دارن اعتراض میکنن، همشون زندانی میکنیم. برن تو زندان که دیگه اعتراضی انجام ندن. شما مشکلتون چیه؟ این سردشونه. ای بابا اگه اینجوری باشه مجبورم ژنراتور اینجا رو کلا فعال نگه دارم. باشه پس بهتر کلا فعالش نگه داریم که این دو تا ساختمونمون گرم بشن. اگه اینجوری باشه شاید بتونم یارو پاک کنم. یه چیز دیگه هم دوباره این قسمت رو بسازم.
تا جایی که من میبینم این بهترین کار ممکنه. خب اینجا هم دوباره بخاری فعال میکنیم، زهر سنگم داره همینجوری کم و کمتر میشه. این یورو به شهرمون رسید. خب بی خانمان داریم متاسفانه. میتونیم اینجا خونه بسازیم. البته این قسمت ها هم ظرفیتش رو داشتیم. یه دونه هم دوباره خونه اینجا میسازم، یه خونه دیگه هم میشه اینجا پیاده کرد، یکی هم اینجا. البته اینجا بخوام بسازمش، اینجا به نظر میاد نگهبانی داریم. باشه دیگه، باشه اگه اینجوری باشه که میتونیم توی این قسمت پیاده کنیم، ولی متاسفانه نگهبانی اینجا رو ساپورت ندادن. اینجوری خشم مردم میاد بالا. شما چتون شده به شهرمون برگشت؟ به این یارو بگم ما از این قسمت تونستیم جمعیت رو پیدا کنیم، به اینم میگم بیاد اینجا رو بگرده برامون. خب رابطه هم با اینه چطوره؟ رابطه خوبی داریم. دنبال کارگرم، اینم قبول کرده، میگه باشه کارگر رو به تو میدم. درخواست مهندس کرده از ما؟ نه نه، بهتره ما ازشون درخواست مهندس کنیم. اینم از این. الان اوضاع چجوری شد؟ به نظر میاد اینم دیگه از دستمون ناراحته و میگه که داریم از این قضیه سوء استفاده میکنیم. خب اینجا از همون درخواست شده که به بقیه شهرها کارگرهای اضافه بفرستی. نمیدونم چرا همچین درخواستی کرده. باشه بذارید به یه دونه این شهر این کارگرهای اضافه رو بفرستم. نکنه منظورش اینه بیام اینو فعال کنم. اجازه بدید به این یارو بگم فعلا اینجا بمونه، میخوام کارگرها رو خودم دستی برشون بفرستم. خب بذارید بیان شهرمون. این خونه ها رو هم که داریم میسازیم، زهر سنگم داره همینجور کم کمتر میشه. این یارو تونست به اینجا برسه. ما اینجا یه میدون منابع پیدا کردیم، ولی فقط همین. جالبه که حتی ریلیک هم نمیتونم پیدا کنم. نظرتون چیه اینجا همچنان دست و پای مصنوعی بسازیم؟ فکر میکنم واقعا بهش نیاز باشه. ترجیح میدم خاموشش کنیم. بعد کمبود منابع غذایی داریم. الان کارگر بیکار ندارم. چند تا مهندس بیکار هستم. مهندسامون زیاد شده، ولی راستش رو بخواید هیچ جا برشون کار ندارن. فعلا میتونیم اجازه بدیم همینجوری بیکار بمونن. یه مقدار اجازه بدم اینجا چوب ذخیره کنن، آهن ذخیره کنن. ریسرچمون اوکی شدش. بیایم اینجا توی بیمارستانا. بیمارستانامون رو گرم‌تر کنیم. آره من کاملا موافق این داستان هستم. من از این بیمارستانای گرم میتونن خیلی بهمون کمک کنن. بچا دو تا طوفان توی آینده خواهیم داشت. دو تا طوفان پشت سر هم. ساعت کاری زیاد، همه رو مجبور کنید کار کنن، کسی نباید صداش در بیاد. اگه دوتا طوفان، وای ما نمیتونیم دوتا طوفان داشته باشیم به خاطر زغال سنگ کممون. همین الانش هم داریم زغال سنگمون رو تموم میکنیم. اجازه بدید همینجا دوباره بیام منابع غذایی اضافه بدم. ولی جدا از شوخی، موضوع داره منو خیلی نگران میکنه که آیا میتونیم از پس دوتا طوفان بر بیم یا نه. خب اینجا رو برامون بگرد، هیچی نتونست پیدا کنه. یه دونه ریلیک ندیگه، دنبال ریلیک نمیتونیم بریم. به نظر به استیم کوره نیاز داریم برای به ساخت معدن. شاید بهتر باشه برش گردونم. باشه بیا اینجا هم بگیر دیگه، یه خورده ریسک انجام میدیم. بعد اگه دوتا طوفان داشته باشیم بهتره همینجوری منابع غذایی ذخیره کنم. هر شدم ذخیره کنیم بازم کمه. آره من یه همچین نظری دارم. چقد آهن داریم جمع میکنیم، ولی خب اصلا نمیتونم آهن رو جایی استفاده کنم. بیمارستان رو گرمتر کنیم. خشم مردم اصلا حل نمیشه. حالا امیدوارم این قضیه اوکی کرده باشتش. تا جایی که میبینم همه جا به نظر میاد دمای خوبی داره. شما چطور شده؟ یه دونه ریلیک دیگه پیدا کردیم. خب اجازه بدید ببینم این کوست رو کامل کردیم. حالا لول اینجا به 2 رسید. این خونه ارتقا پیدا کرده. میتونیم اوه پسر گرفتم چی شد. ما میتونیم مثلا بریم براشون تولید منابع غذایی اوکی کنیم، خونه بسازیم. عملا اینجا رو به یه شهر بزرگ تبدیل کنیم. همینجوری جمعیتش افزایش پیدا کنه و ازشون چیزای بیشتری بگیم. نمیدونم. حالا شهر مثلا میتونم یکی از اینا رو براشون بسازم، موردی نداره. شما چی نیاز دارید؟ اینم به مهندس نیازم. باشه بذارید پس یه لحظه اجازه بدید به این یارو بگم از کار بیکار بشه. به این نیازی نداریم. خب سمت بچه ها چی نیاز داشتیم؟ به مهندس یا کارگر نیاز دارم. باشه میتونم کارگر رو براشون بفرستم. اجازه میدیم همه جا لولش ارتقا پیدا کنه که بتونیم تجارت بهتری باشون راه بندازیم. من 17 تا مهندس بیکار دارم. دو تا طوفان داره میاد به سمت اون. همینجوری منابع غذایی، نمیدونم چرا هشدار داده منابع غذایی. اجازه بدی چند نفر دیگه بیام دوباره اینجا استخدام کنم. به نظر میاد اینجا حالشون خوب نیستش. خب الان هوا داره یه مقدار بهتر میشه. این رو هم به اینجا رسید. برای گرفتن این ریلیک ما به 500 تا چوب و استیم کور نیاز داریم. پس بهتر از اینجا خارج بشیم. نمیتونم این استیم کوری که اینجا هستن رو ریسک کنم. تو برگرد به خونه. یه دونه دیدبان این سمت ها ندارم. شاید بهتر بشه به این یارو بگم به چرخه بیاد اینجا. اون یارو داره استیم کور بهمون میاره دیگه.
خب شما چیکار کردید؟ چرا نمیتونید منو بو جمع کنی؟ زمان کاری باید افزایش پیدا کنه. من همه جا زمان کاری رو افزایش میدم. ببین چند مردم دارن عصبانی میشن. چه فشاری شدن یه لحظه. ما اینجا هم اگه توجه کنید میتونیم یه ساختمان دیگه هم بسازیم. توفان داره میرسه. خب بیام اینجا هم بگردیم. اینجا هم یه مقدار زغال سنگ پیدا کردیم. تو میای اینجا بعدش هم بهش میگم برگرده به خونمون. آره دیگه چه میشه کرد؟ کار دیگه که واقعا الان نباید داشته باشیم. خب بچه ها مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. به نظر من پارت بعدی بازی ممکنه پارت آخر این سری باشه، نمیدونم، بعد نگاه کنم ببینم اوضاع چجوره، ولی تا جایی که من دارم نگاه میکنم بیشتر ساختمانهای بازی رو تونستیم باز کنیم. ریسرچمون هم که کامل شده عملا. سمت ساختمان رو ممکنه مثلا بتونم چوبوریا رو اینا رو ارتقا بدم. امیدوارم که از این سری لذت ببرید. فراموش نکنید که میتونید با یه لایک محکم حسابی از این سری حمایت کنید. و فعلا تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار همگی.